چرا تنها ایستاده ای حسن؟ هرگاه دلم میگیرد به اینجا میایم، به مناظر شهر مینگرم و در این حال از آنچه صفای روحم را مکدر میکند دور میشوم. چه چیزی صفای روحت را مکدر میکند برادرم؟ طوفانی که بر مسلمانان سایه افکنده و راه گریزی برایش نیافتیم. میدانی ابوذر غفاری رحمت الله چه میگفت؟ بگو حسین. میگفت فقر نزدم محبوب تر از ثروت و بیماری برایم نیکوتر از سلامتی است. خدا ابوذر را رحمت نماید، خدا رحمتش کند، ولی من میگویم هر کس بر حسن انتخاب خدا توکل کند، دوست دارد در همان حالتی باشد که خدا برایش برگزیده. این مرز رضایتی است نسبت به آنچه که مقدر شده. خیلی وقتها آرزو می کنم زبانی شیوا مانند تو داشتم برادرم. ای کاش من نیز قوت قلبت را داشتم ای حسین. هیچ کس قلبی مانند تو ندارد ای حسن. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مبادا آنچه را به شما گفتم فراموش کنید. تو خود را به عمرو ابن اسم و اهل کوفه برسان و آنچه را گفتم انجام ده و با آنان بازگرد. و اما تو به سراغ حرقوس ابن زهیر و اهل بصره برو. او کارهایش را انجام می‌دهد. با تمام وجود تلاش خود را بکنید. اما تو محمد ابن ابوبکر و اهل مصر را از دور در نظر داشته باش و کاری کن به تو شک کنند. هنگامی که مطمئن شدی به تو شک کرده اند، از میانشان بگریز. بقیه کارها را خودشان انجام می دهند و بدانید که سرنوشت امت محمد علیه الصلاه و السلام در دست شماست. اگر ما منکر را تغییر ندهیم چه کسی تغییرش می دهد؟ حرکت کنید، بروید. اکنون وقتش فرا رسیده ای بمزم. برای چنین لحظه‌ای بسیار انتظار کشیدم سرورم. هیچ کس نمیتواند چنین مأموریت بزرگی را مانند من انجام دهد. آری، ما میدانیم که تو شایسته این مأموریت هستی. میدانیم که شخصی را همانند تو برای چنین مأموریتی نخواهیم یافت. هنگامی که محمد به یثرب آمد، برادران ما از بنی قریظه و بنی قینقاع سهل‌انگاری کردند و ما را در یمن آگاه نساختند تا اینکه کار از کار گذشت. هنگامی که خواستن او را بکشند، خود کشت و آواره شدند. و اکنون میبینی که خورشید این دین هنوز در حال درخشیدن است، مگر هنگامی که ما آنطور که باید عمل کنیم. با تمام وجود برای اختلاف افکنی و ایجاد دو دستگی بین مسلمانان تلاش می کنم و برای این کار نقشه ای ریختم که هوش و قدرت ما یهودیان را در برابر مسلمانان نشان خواهد داد. هر کجا باشی ما با تو هستیم. هر چرا بخواهی برایت فراهم میکنیم تا به هدفمان برسیم. پیش به سوی برآورده ساختن آرزوهای هزاران نفر از فرزندان ملت سرافراز ما.
چه شده که به اینجا آمده ای؟ تعجب میکنم چگونه در این لحظه ها اجازه داده آنها از چشم و گوشت دور بمانند. برخلاف عادتت این بار نشان دادی که زیرک هستی. بله، نباید آنها را تنها گذاشت. شاید نظرشان نسبت به او تغییر کرده و تلاشمان هدر رود. من نیز با نظر تو موافقم ابن عمر، ولی امیر مؤمنان عثمان ابن عفان توانسته حجتشان را باطل نموده و آنها را باز بگرداند. نمیدانم چگونه به خود جرأت دادند امیر مؤمنان عثمان ابن عفان را متهم کنند. او کجا و آنها کجا؟ حرمت خلافت را کنار بگذاریم، آیا حرمت همنشینی با رسول الله برایشان کافی نبود؟ آیا حرمت دامادی رسول الله را نباید نگه داشت؟ راست میگویی ابن عمر، به خدا قسم وقاحت و قصابت آنچه را به امیر مؤمنان گفتند خیلی بزرگتر از حقوقی است که ادعا کرده یا شکایتی است که از کارگزاران خلیفه میکنند. چه توقعی از آنها داری ابن زبیر؟ به خدا قسم حتی اگر از مهاجرین یا انصار بودند باز هم نمیتوانستند چنین ادعایی بکنند. اگر من به جای امیر مؤمنان بودم میدانستم چگونه پاسخ گستاخیشان را بدهم. آرام باش ابن زبیر. امیر مؤمنان با صبر و ترسی که نسبت به حقوق بندگان دارد تمام ادعاهایشان را باطل نمود و همه خواسته هایشان را به آنها داد تا نگویند که عثمان به رعیتش ظلم میکند. بله، او همان کسانی را که میخواستن بر آنها امیر نمود و آنچه را خواستن به آنها عطا نمود. هر آن که نخواستن را عز نموده و آن که خواستن را امیرشان کرد. بیش از این دیگر چه میخواهند؟ فردا از او میخواهند دایی محمد را عز کند. اینها همش بهانه است ای ابن جعفر. چه شده حسین؟ چرا در بحث ما شرکت نمیکنی؟ نمیدانم ای ابن عمر، ولی امیدوارم اشتباه کرده باشم. فکر میکنم این امر عاقبت خوبی نداشته باشد. اگر او را مجبور به این کار نکنیم از اشتباهاتش دست نمیکشد ابن ابی بکر. از خدا به ترس ای غافقی. آیا گمان میکنی عثمان ابن عفان به اجبار کاری را انجام میدهد؟ آنچه شما خواستید به نظرش صحیح آمد که آن را رد نکرد. والله اینطور نیست ابن ابی بکر. او فهمیده که اشتباه میکند و حق با ماست و هنگامی که متوجه شد ما دستش را رو کرده ایم مجبور شد خواسته هایمان را عملی کند. تو درباره جانشین رسول الله صلی الله علیه و سلم و یار و دامادش سخن میگویی ابن ادیس؟ مؤدب باش. فقط کردار مسلمان نشان دهنده فضل اوست، اما به خدا قسم او در برابر ابوبکر و عمر چیزی به حساب نمی آید. اما اینکه گفتی غافقی، قسم به پروردگار کعبه که عثمان کمتر از آنها نیست و منزلت او نزد آنها همان گونه بود که نزد رسول صلی الله علیه و سلم بود. تو از او جانبداری میکنی و مانند دیگران فریب او را خورده ای. تو وای بر توی ابن ادیس، آیا تمام صحابه پیامبر فریب عثمان را خوردن و فقط شما اهل مصر و کوفه و بصره او را کشف کردید؟ خواهی دید که حق با کیست و اولین کسی که میفهمد فریب عثمان را خورده و پشیمان میشوی خود تو هستی. پشیمانی به خاطر فریب دادن مردم است. با این وجود امیر مؤمنان تمام خواسته هایتان را محقق نمود. پسر صحابه رسول خدا، ابن ادیس حق دارد ولی کمی عجله می کند. اگر ابن سبه بس کن. الحمدلله، خوش و گوارایت باد. چرا مدت زیادی است به من نگاه می کنی عمو؟ چرا به تو نگاه نکنم فرزندم؟
در حالی که پدر بزرگت صلی الله علیه و سلم را می دیدم که تو را در حالی که کودک بودی بر منبر گذاشته و به ما می فرمود فرزندم آقاست. خداوند به وسیله او بین دو گروه بزرگ از مسلمانان صلح ایجاد می کند. و پدر بزرگم دعایت کرد که خداوند تو را محبوب بندگان و آنان را محبوب تو گرداند که مستجاب شده ای عمو. الحمدلله. با اجازه. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. همه می دانیم که مسائلی پشت پرده وجود دارد. حتی امیر مؤمنان عثمان نیز نظرش همین است. ولی چه بسا این کار امیر مؤمنان جلوی توطئه را بگیرد. منظور من این است، اگر آنها با این کار به دنبال رسیدن به حقشان باشند چنانچه ادعا می کنند، پس همه چیز باید اینجا پایان یابد. اما اگر این کار بهانه باشد، آنها به راحتی هزاران راه برای فرار خواهند یافت. به نظر من نگرانی برادرم حسین بجاست. موضوع به همینجا ختم نمی شود. شاید همان گونه که ابن عامر و سعید ابن عاص را فریب دادند، محمد ابن ابی بکر را نیز فریب داده باشند. راست گفتی. کار همینجا به پایان نخواهد رسید. اگر یکی از این نادانان به خود جرأت مقابله با دایی محمد را بدهد، به بدترین شکل جوابش را خواهم داد. آرام باش ابن زبیر. موضوع تنها مربوط به دایی تو محمد ابن ابی بکر نیست. حسین و محمد ابن علی فقط دوچار شک شدند. نظر تو چیست ابن جعفر؟ میگویم دعا کنیم خداوند متعال ما را بعد از آنکه به سوی خود هدایت کرد از راه حق دور نکند و با دین رسولش که هدایت را از گمراهی جدا نموده و بر ما منت نهاده. پروردگارا آمین. علی ابن ابی طالب آنها را ملاقات نموده و پس از گفتگو با آنان گفت کتاب خدا را در میان می‌گذاریم و شما خواسته های خود را مطرح می‌کنید. آنها نیز قبول کردند. خبر دارم که آنها بر 5 چیز توافق نمودند. این که هر کس را نمی‌خواهند عوض شود و به محرومان عطا شود. مال غنیمت به آنها داده شود و در تقسیم مال عدالت شود و انسانی امانتدار و قوی سر کار باشد. اینها را در نامه‌ای نوشتند و اینکه ابن عامر به فرمان روای بصره باز گردد و اینکه ابو موسی فرماندار کوفه بماند. ولی بگویید قضیه این نامه‌هایی که ادعا می‌کنند برای آنها فرستاده شده چیست؟ ادعاهای واهی و پوچمو. ادعا می کنند پدرم برای آنها نامه هایی فرستاده و گفته دین محمد فاسد و متروک شده و جهاد در مدینه بهتر از جهاد در مرزهای دور است. اهل کوفه و بصره این کار را با طلحه و زبیر نیز کرده اند. فقط اینها نیست، بلکه ادعا می کنند مادر مؤمنان عایشه نیز برایشان نامه هایی فرستاده. عکس العمل علی ابن ابی طالب چه بوده؟ پدرم قسم خورده که این نامه ها را نفرستاده. ولی چگونه به خود اجازه دروغ بستن به صحابه رسول الله را دادند؟ من بعضی از آن نامه ها را دیدم ابو هرره. برخی میخواهند مردم را فریب داده تا آنها را پشتیبان خود کنند. برخی حتی انکار علی نسبت به نامه ها را باور نمی کنند و برخی حتی یقین دارند که علی و طلحه و زبیر این نامه ها را فرستادند، حتی با وجود اینکه آنها قسم خوردند. نمیدانم ابن عباس. احساس میکنم کسی در خفا این کارها را اداره میکند. من می دانستم که او مانند روباه خود را بیرون می کشد. نمی توان او را فریب داد. او باهوشتر از آن است که در چنگ ما بیفتد. ابن سبه جنگ حمله و گریز دارد خراس. این دفعه او پیروز شد، ولی جنگ هنوز تمام نشده. تمام نشده؟ تا کی؟ 5 سال گذشته و تو باز می گویی وقتش نزدیک شده، موعدش رسیده و ما پس از این همه کار دماغ سوخته باز می گردیم. فردا با کاری که عثمان کرده همه راضی می شوند و سحر به ساحر باز می گردد. تو شخصی هستی که ظاهر چیزها فریبت میدهند خراس. گفتم که جنگ هنوز تمام نشده. منظورت چیست؟ فقط برو.
من مطمئن نیستم چه اتفاقی میافتد ای حکیم. نترس دایب، نترس، هیچ اتفاقی نمیافتد. اگر مردم بفهمند این نامه ها را تو فرستادی چه میشود؟ چگونه میخواهند بفهمند ای زایب؟ اگر عثمان اقرار کند که او نامه ها را فرستاده، همان میشود که ما میخواهیم. بشین. اگر بگوید اطلاعی از آنها ندارم، میگوییم اگر نمیدانی مصیبت بزرگتر است و ما بدین وسیله او را از امارت مسلمانان برکنار میکنیم. پس آرام باش. اگر اشتباه میکند و بدعت بنا مینهد او را رها کنیم؟ اگر جانشین رسول الله صلی الله علیه و سلم بدعت گذار باشد، پس تکلیف بقیه چیست هرقوس؟ با دلیل هایی که آورد پاسخ اشکالات شما را داد. ولی میدانی که دلیل هایش ضعیف هستند ابن زهیر. با این وجود زبانتان بند آمد و صحابه و اهل مدینه با رضایت از نزدشان بیرون آمدند. آیا جایز است نماز در سفر کامل خوانده شود در حالی که قبل از او رسول خدا ابوبکر و عمر آن را کامل نخواندند؟ و این که در مدینه مناطقی حفاظت شده ایجاد کرده و عرصه را بر مسلمانان تنگ کند و زمینی وسیع را برای چرای شتران خود اختصاص دهد؟ و این که تنها یک نسخه از قرآن را باقی بگذارد و بقیه را بسوزاند و مردم را بر یک مصحف جمع نماید؟ آیا این بدعت گذاری در دین است ای ابن زهیر؟ اگر مصلحت اسلام در این بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از او این کارا را انجام داد. درست گفتی ابن وهب. امیر مؤمنان به آنها گفت: میگویی چرا نماز را در سفر کامل خواندم در حالی که رسول الله و ابوبکر و عمر آن را کامل نخوانده بودند؟ من نماز را کامل خواندم زیرا از مدینه به سوی مکه سفر کردم و مکه شهری است که خانواده‌ام آنجا هستند، پس من در آنجا بین خانواده‌ام مقیم به حساب می‌آیم و مسافر نیستم. و صحابه ایشان را تایید کردند. و درباره تعیین منطقه حفاظت شده و تنگ کردن عرصه بر مسلمانان و مشخص کردن زمینی وسیع برای چرای شترانش گفت: قبل از من از شتران صدقه و جهاد حفاظت می‌شد و رسول الله و ابوبکر و عمر همگی مناطق حفاظت شده تعیین کرده بودند. من فقط وسعت آن را بیشتر کردم زیرا شتران صدقه و جهاد زیاد شدند. علاوه بر این من شترهای فقرای مسلمان را از چرای در این مناطق منع نکردم. من برای خود این کار را نکردم. هنگامی که به خلافت رسید، بیش از تمام مسلمانان شتر و گوسفند داشت و همه آنها را بخشید. اکنون هیچ مالی را در اختیار ندارد. بله به خدا، به جز دو شتر که برای حج گذاشته چیز دیگری ندارد. مردم را بر یک کتاب جمع نمود، یک نسخه گذاشت و باقی را سوزاند، زیرا قرآن کلامی است از جانب خدا و یکی بیش نیست. او فقط مسلمانان را بر یک قرآن جمع نمود و آنها را از اختلاف برحذر داشت. او با این کار راه ابوبکر را ادامه داد زیرا او قرآن را جمع‌آوری نمود. حکم ابن عبدالعاص را به مدینه بازگردان در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم او را به طائف تبعید کرده بود و امور دولت را به جوانان بی تجربه سپرد. گویی امت اسلامی بزرگان و عقلایش را از کف داده که او بی تجربه ها را بر سر کار آورده. خدا خودش به حساب او رسیدگی میکند. مسلمانان او را امین دین خود قرار داده ولی امانت داری نکرد و پیمانش را حفظ ننمود. آیا گمان میکنی اگر نسبت به بدعت هایی که عثمان در دین خدا آورده سکوت کنیم، خدا از ما راضی خواهد بود؟ یا اینکه خدا تنها او را محاسبه کرده و ما را رها میکند؟ نه ای ابن زهیر، خداوند تبارک و تعالی میفرماید این بدان خاطر است که خداوند هیچ نعمتی را که به گروهی داده است تغییر نمیدهد مگر اینکه آنان حال خود را تغییر دهند و بی گمان خداوند شنوای آگاه است. درست گفتی ای ابن وهب، این کار جایز نیست. این که میگویند امیر مؤمنان حکم ابن ابی عاص را به مدینه بازگردان در حالی که پیامبر او را از مدینه به طائف تبعید کرده بود، دروغ و بهتان است. زیرا حکم چنانچه میدانید اهل مکه بود. چگونه رسول الله او را از مدینه تبعید کرده؟ این که میگویند او جوانان را عهده‌دار امور نموده و بزرگان را رها کرده نیز دروغ است. زیرا امیر مؤمنان هم جوانان و هم بزرگان را عهده‌دار امور نموده، حتی بزرگان را بیشتر. این قوم آنچه را که برایشان واضح نیست و نمی‌دانند بر دیگران عیب می‌گیرند. حجت‌هایشان به سان عنکبوتی است که برای خود خانه ساخته و سست‌ترین خانه‌ها خانه عنکبوت است اگر می‌دانستند.
آنچه برایم عجیب است اینکه آنها درباره قرآن با عثمان ابن عفان مجادله می‌کنند و گویی آنها چیزهایی می‌دانند که یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم آنها را نمی‌دانستند. آنها به زودی خواهند رفت. اگر گمراه بمانند شمشیر جواب گمراهیشان است. ان شاء الله کار به آنجا نخواهد کشید. شخصی ما را دنبال میکنند ابن زبیر. با خود چه داری ای مرد؟ عثمان ابن عفان نامه‌ای به والی مصر نوشته، به او دستور داده تا محمد ابن ابی بکر و قافی ابن حرف و همراهانش را به قتل برساند. واقعا این کار را کرده؟ به خدا هنگامی که به مدینه برسیم تقوات را بیرون خواهد کرد. ای مردو، ای اهل بسته، ابن عفان پیمانش را شکسته و به والی مصر دستور کشتن برادرانش را داده است. اگر کسی بنشیند هیچ عذری نخواهد داشت و هر کس روی گرداند به ضررش خواهد بود. از پانتن را بسازید و تا رسیدن به مدینه استراحت نکنید. فقط قصاص، فقط قصاص را بیفتید. مصری ها به مدینه بازگشتند که عثمان را قصاص کنند، زیرا او پیمان شکنی کرده است. بروید، نباید از مدینه جا بمانید. مروان ابن حکم، خوش آمدی پسر عموی خلیفه. فکر میکردم به بصره بازگشته ای. دوستانی در مدینه دارم که ملاقاتشان نکردم، گفتم از فرصت استفاده کرده سلامی به آنها کنم سپس بازگرد. بله، باید همین کار را بکنیم. شاید اشتر نیز مانند تو میخواهد از این فرصت استفاده کند، زیرا او به کوفه باز نگشته. درست است ابن حکم. در چالیه ابن زعیب؟ خوبم، خوبم. اگر اشتباه نکنم تو یکی از همان دوستانی هستی که اوکیم ابن جبله به آنها اشاره کرد. آری، چنین چیزی می باشد. تو از من چه می خواهی مروان؟ در حقیقت چیزی نمی خواهم، ولی مطمئن نبودم کسی را که دیدم تو بودی. دوست داشتم مطمئن شدم. اکنون مطمئن شدی؟ نظر تو چیست؟ به امید دیدار عمو. این مرد کیست؟ آیا او دیوانه است؟ وقتی ما را دید ایستاد. الله اعلم. دنبال آن مرد بروید. با او چه می کنن؟ او را به حال خودش بگذارید. کیستی؟ من؟ جواب بده قبل از اینکه سرت رو از تنت جدا کنم. من فرستاده امیر مؤمنان عثمان هستم. فرستاده امیر مؤمنان؟ به سوی که؟ به سوی عبدالله ابن ابی سر. نامت کجاست؟ سلام علیکم.
خوش آمدی نوه رسول خدا، بفرما قضا. دعوتتان رو میپذیرم به شرطی که خواسته هم رو بپذیرید. آیا خواسته شخصی چون تو را نمیپذیریم ای نوه رسول الله؟ کرم شما بیشتر است، زیرا اول شما من را دعوت کردید. پس خواستم را قبول میکنید یا نه؟ بله با دل و جان. بنابراین با شما هم سفره میشوم. چرا؟ چرا ای خلیفه رسول الله؟ چرا؟ اگر نمیخواست به وعدش وفا کند پس چرا اجازه داد من در این موقعیت قرار بگیرم و نامه قتل مرا به والیش بنویسد؟ چرا؟ مگر من نگفتم همه چیز بر اساس دین او پیش میرود، نه بر اساس دین محمد و ابوبکر و عمر؟ پاسخت به ابوبکر این بوده یوسفون، به والی او دستور قتل فرزندش میدهی؟ نه، او امام کفر است. کوتاه بیا ابن سبب، کار به این حد نرسیده است. میخواهی به کجا برسد ای ابن ابوبکر؟ تو را به خدا قسم میدهم، آیا ابوبکر به خود اجازه میداد چنین کاری کند؟ ساکت ابن اودیس، ساکت. اگر عثمان ابن عفان نمیخواهد راه ابوبکر و عمر را ادامه دهد، باید از خلافت کناره گرفته و به کسی بسپارد که اهل آن باشد. نظر تو چیسته ابن حرب؟ والله ما قومی نیستیم که کسی بتواند ما را تمسخر کند. عثمان ابن عفان حکم اعدام ما را برای والیش فرستاده و ما ساکت بمانیم؟ اگر لطف خدا نبود فردا یا پس فردا جسدهای من را به نیل می انداختند. نه به خدا، دوباره فریب نمی خورد. پس باید به مدینه بازگشته و مکرش را به خودش بازگردانیم. راه دیگری نداریم ای فرزند یار رسول الله. به گذار گردن این کافر فرستاده عثمان را بزنم. این کافر است، به چه حقی او را تکفیر میکنی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی فرستاده کافران را هم نکشت و تو میخوایی او را بکشی در حالی که میدانی او مسلمان است؟ بگذار برود، ما به مدینه باز میگردیم و این بار دیگر فریب ابن عفان را نمیخوریم. پس با او چه کار کنیم؟ خدا را شکر که تا همین حد به پایان رسید. اینها را کسی نمیتواند راضی کند، آنها حرمت هیچ چیز را نگه نمیدارند. راست گفتی ای طلعت و خیر، اگر من بودم چنان میترساندمشان تا دیگر چنین جرأتی نکنند. اگر امیر مؤمنان به ما اجازه میداد میدیدی با آنها چه کار میکردیم، ولی هر چیزی آفتی دارد و هر نعمتی نقصی. آفت این دین و نقص این نعمت قومی است ایرادگیر و لعنتگر، آنچه دوست داری نمایش می‌دهند و چیزی که نمی‌پسندی پنهان می‌کنند. آنها حیله‌گرند. امیر مؤمنان در موردشان خوب گفت، خدا مؤمنان را از شرشان در امان دارد، دیگر هیچ عذری برایشان نمانده. لطف خدا بند سبحان بود و تلاش های علی ابن ابی طالب. بله، خداوند بهترین پاداش را به او عطا کند. او آنها را به اجرای دستورات خداوند واداش، همان گونه که ایزد متعال می فرماید، ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا و پیامبر و فرماندهان مسلمان خود اطاعت کنید و اگر در چیزی اختلاف داشتید آن را به خدا و پیامبر او برگردانید. اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید این کار برای شما نیکوتر است. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. از امیر مؤمنان عثمان چه خبر؟ اکنون از نزد او می آیم. او به والی مصر ابن ابی سر اجازه آمدن به مدینه را داده، پس از اینکه محمد ابن ابی حذیفه امارت را از او گرفته. خب
خدا مرا ببخشد، ولی من مروان ابن حکم و پدرش حکم و امثال آنها از قریش را دوست ندارم. چنان صحبت میکنی که گویی خداوند در وحی خیش دستور به اطاعت از قریش داده است. آنها حکومت را فقط برای خودشان قرار دادند. آن را رها نمیکنند تا وقتی آسمان و زمین برپاست. آیا باید همینطور ساکت بمانیم؟ نباید کاری بکنیم؟ لعنت بر ما اگر راضی باشیم امور به همین منوال ادامه یابد. آیا امت اسلامی از مردان صالح تهی شده که تنها قریش امور حکومتی را به دست بگیرد؟ همه چیز را سر جایش برمیگردانیم. همیشه اینطور نمیماند. آینده برای منتظران نزدیک است. اهل مصر تأخیر کردند. میترسم صحابه از بازگشت ما به مدینه آگاه شده و نگذارند ما به اهداف ما برسیم. خواهند رسید ابن زهیر، نگران نباش. ولی چه نقشه ای در سر داری؟ هدف ما کاملا آشکار است ای ابن جبله. قصاص از دشمنان خدا و کنارگیری ابن عفان از خلافت. اگر درخواست ما را نپذیرفت و کنار نرفت چه؟ با قدرت او را مجبور به این کار میکنیم ای اشتر. امیدوارم اهل مصر بیش از این تأخیر نکنند. همه چیز به سرعت انجام میگیرد. آنها برای نجاتش از هر سو خواهند آمد. به خدا قسم تا لشکر قافقی ابن حرب اکی را با دو چشمانم نبینم خیالم راحت نمیشود. افراد که اطراف مدینه را دیدید؟ خبر داریم و دیده ایم ابن آز. منتظر دستورات امیر مؤمنانیم. ولی چرا بار دیگر به مدینه بازگشتند؟ خدا جلوی آنها را بگیرد. ما چیزی بیشتر از تو نمیدانیم ابن آز. فقط میدانیم آنها در اطراف مدینه اند. آیا دست بسته بنشینیم؟ نباید به سراغشان برویم؟ به سراغ که برویم ای ابن آز؟ آیا آنها دشمنان من هستند؟ امیر مؤمنان فرموده اول بدانید موضوع از چه قرار است، سپس نظر خود را خواهد گفت و توصیه نموده که مبادا کسی از شما بدون خبر او با آنها درگیر شود. فقط همین؟ او همچنین کسانی را در طلب علی ابن ابی طالب، زبیر، طلحه، سعد ابن ابی وقاص، ابن عباس، ابن جعفر، عبدالله ابن عمر و سعید ابن زید فرستاده. به نظر میرسد خلیفه ما تصمیم به امر مهم میگرفته است. منتظر میمانیم تا کسانی را که خلیفه طلبیده بیایند. سلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمت الله. شما را اینجا میبینم. به ما خبر رسیده که به شما خیانت شده و ابن عفان نامه‌ای به والی مصر نوشته تا شما را بکشد. چگونه قبل از رسیدن ما با خبر شده؟ فرستاده عثمان ما را با خبر ساخته. چرا نگذاشتید آن کافر را بکشم؟ حتما تا کنون آنها را مطلع ساخته و عثمان نیز نیرنگ جدیدی ساخته است. هیهات. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نخواهد شد. باید به مدینه رفته همین الان و از او اقرار بگیریم. به مدینه بروی؟ دیوانه شده ای؟ می خواهی حرمت شهر رسول را بشکنی؟ پس می گویی چه کنیم ابن ابی بکر؟ نزدیک بود قربانی خیانت ابن عفان شویم. بین ما کتاب خدا و سنت رسولش قضاوت میکنند. او را به محاکمه کشنده و مینگریم خداوند بین ما و او چک میکرده است. اما وای بر ما اگر به سنت های جاهلیت بازگردیم. ما باید بهترین خلف برای گذشتگانمان باشیم. انصاف همین است. حقمان را میگیریم. نمیخواهیم بر کسی طغیان کنیم. منتظر علی ابن ابی طالب میمانیم و کسی نظر یا سخنی نگوید مگر در حضور او. امیر مؤمنان نباید همان اول درخواستشان را اجابت مینمود. ببین به کجا رسیده ایم. باید به سراغشان برویم. حق با زبیر است. با شمشیر به سراغشان میمانیم. منتظر ابوالحسن میمانیم و به رأی خلیفه گوش میدهیم. پس از آن نیز هرچه صلاح بود انجام میدهیم.
میدانستم که آنها برمیگردند. شر بزرگی آنها را بازگردانده. همگی بازگشتند. مثل اینکه از قبل با هم توافق کردند. من نظر امیر مؤمنان را قبول ندارم. چرا نزد آنها برود؟ در حالی که نمیداند پس از اینکه درخواستشان را گرفتند چرا دوباره بازگشتند. راست میگوی ابن عوا. چرا پس از اینکه به آنها فرصت داد دوباره نزدشان رود؟ حتی امکان دارد در حالی که از او دوریم به او خیانت کنند. هر چه درخواست کرده بودند به آنها داد. بیش از این دیگر چه میخواهند؟ فقط خداوند سبحان میداند آنها دنبالش هستند. گمان نمی کنم به جز فتنه چیزی با خود داشته باشند. خداوند مؤمنان را از شرشان حفظ کند. به همین خاطر پدرم اصرار داشت خودش به جای او برود و امیر مؤمنان نیز این را پذیرفت. ابوالحسن بسیار کار خوبی می کند اگر او به جای امیر مؤمنان برود. دانستم به ما ملحق می شوی ابن ملجم. چه کسی بهتر از شما؟ برویم نزد دوستان. با نظرت مخالفم ابن ابی بکر. منتظر می مانیم تا خودش نزد ما بیاید، نه اینکه خودمان برویم. مادامی که او به فرماندارش دستور قتل ما را داده، این بدین معناست که فکر بدی برای من دارد. بعید نمی دانم شما را گرفته و به بهانه بی حرمتی به زندان بیافکند. مردم نیز شما را تکذیب می کنند و حرف او را باور می کنند. آنها جرأت چنین کاری را ندارند. می داند که ما مدینه را محاصره کرده ایم. اگر شما را گروگان بگیرد و یارانتان را به وسیله شما تهدید کند چه می کنید؟ اشتر راست می گوید. ما فقط علی ابن ابی طالب را به سویتان فرستادند. آیا ابوالحسن آمده؟ با کیست؟ تنهاست. ای کاش پدرم اجازه میداد با او بروی. آیا از آنها بر علی ابن ابی طالب بیم داری؟ نه، ولی ما نمیدانیم آنها چه نیتی دارند. خواست پدرت بود که با او نرویم. از آن گذشته آنها او را دوست دارند. آنها جز خودشان کسی را دوست ندارند. شیطان گناهان را برایشان زینت داده. من نسبت به خلیفه رسول الله جرأت یافتند. این نامه ای است که به دست آوردیم و مهر خلیفه بر آن وجود دارد. آن را برایت می‌خوانم ابوالحسن. بنگر چگونه پیمان شکنی کرده است. بسم الله الرحمن الرحیم. از خلیفه عثمان ابن عفان به والی مصر عبدالله ابن ابی سرح. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اما بعد هنگامی که نامه ام به دستت رسید، بدون هیچ اغماز و چشم بر هم زدنی باید محمد ابن ابی بکر و قافی ابن حرب و سران عصیان همراهشان را بکشی و در اجرای حکم دلسوز نباش. و سلام. حامل نامه را گرفته ایم و خود اعتراف نموده که عثمان او را فرستاد. خود نظاره کن، مهر او زیر این نامه است. و خود قضاوت کن آیا این درست است. این کار برنامه ریزی شده است، زیرا چنانچه میگویید نامه به اهل مصر رسیده. پس چرا اهل کوفه و بصره بازگشتند؟ آیا آنها نیز نامه ای دریافت کردند؟ با این وجود نزد امیر مؤمنان نیز می روم تا نگویید که ما در صدور حکم عجله می کنیم. او رفتار بد خیش را توجیه می کند. زبان به دهان بگیر، بفهم درباره چه کسی صحبت می کنی. به نظر می رسد از آن چه علی ابن ابی طالب گفت راضی نیستی. کسی که او را علی می نامی نظرش مانند تو نیست. او به ابن عفان تمایل دارد.
غیر از این نیست، توقعی از او ندارم. پس چرا به مردم القا میکنی که او جانشین عثمان است؟ مسلمانان تنها با بغض نسبت به دشمنانشان پیروز نشدند، بلکه محبت محمد هم هست. برای به سرانجام رساندن کارهایمان باید از آنجای آغاز کنیم که خودشان آغاز کردند، یعنی همان گونه که سبب شدیم در بغض عثمان اختلاف پیدا کنند، باید در محبت علی نیز دچار اختلاف شوند. هنوز نفهمیدم. فکر نمی کنم هیچ وقت بفهمی. و در اجرای حکم اسلام هیچ دلسوزی به خود را آمده و سلام. ولی این چیست؟ من کاتب امیر مؤمنان هستم، مهر او در اختیار من است و هیچ نامه‌ای فرستاده نمی شود مگر از زیر دست من، و این اصلا خط من نیست. ای امیر مؤمنان، تو خط من را می شناسی؟ آیا این خط من است؟ این اولین نامه ای نیست که جعل می کنند. قبل از این هم نامه ای از قول من و قول طلح جعل کرده بودند. پیش از این در امت محمد چنین اموری سابقه نداشت. گستاخی آنان نسبت به امیر مؤمنان به خاطر صبری است که با آنها نشان داد. آب از سر گذشته. گمان نمی کنم که آنها از گمراهی خیش دست بکشند. نظر شما چی ابوالحسن؟ از زمانی که از نظرشان بازگشتی چیزی نمیگویی؟ این نقشه قبل از خروج آنها از مدینه تحریزی شده. امر از آنچه ما تصور میکنیم خطرناکتر است. اگر اهل مصر نامه را دریافتند، پس چه سبب شده که اهل کوفه و بصره بازگردند؟ میان آنها و اهل مصر حداقل 10 روز فاصله وجود دارد. بدانید در این میان کسی وجود دارد که مخفیانه کار میکند. پس آنها خفاش شبن، کسی را برای مجازات نمیتوان یافت. مصیبت این است که آنها توانستند تعداد بسیاری را در صف خویش آورند. کسانی که اسلام وارد قلبشان شده اما عقلشان از درکش عاجز مانده. پس تنها راه شمشیر است. حق با حسین است. بله، تنها راه شمشیر است. بله، تنها راه شمشیر است. آیا از من می خواهید شمشیر بر کسانی بکشم که لا اله الا الله می گویند؟ با این وجود من چگونه جانشینی برای رسول الله هستم؟ چه جانشینی برای ابوبکر صدیق؟ چه جانشینی برای عمر ابن خطاب؟ با اینکه گستاخی و نیرنگشان بر تو و شهر رسول الله ثابت گشته، باز همچنین میگویید؟ کتاب خدا و سنت رسول الله بین من و آنها قضاوت میکند. اگر راضی شدند که راضی شدند، و اگر نه، من خون کسی را که لا اله الا الله محمد رسول الله میگوید نمیریزم. ولی ای امیر مؤمنان، آنها آشوبگرند. اگر اکنون جلوی آنها را نگیری، دیگر هیچ وقت به راه نخواهند آمد. این موضوع بین من و آنها اتفاق افتاده. من می دانم چگونه آنها را به حق سوق دهم. تنها یکی از این دو می باشد. مدعی باید ثابت کند و انکار کننده باید قسم بخورد. آنها اینجا می آیند و من به کتاب خدا قسم می خورم که این نامه را ننوشتم و هیچ اطلاعی از آن ندارم. اما این که بر آنها شمشیر بکشیم و حرمت شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم و جانشینیش را بشکنیم، به خدا قسم تا وقتی زنده ام نمی گذارم چنین شود. حاضر به غایب برساند. کسی که بدون اجازه من آنها را بکشد، من از او بری هستم. آگاه باشید که به شما اجازه کشتنشان را نمی دهم مگر در حال دفاع از خود. کارشان به جایی رسیده که پشت سر امیر مؤمنان نماز نمی خوانند. این دیگر قابل بخشش نیست. به نظر می رسد اوضاع به سوی وخامت پیش می رود. آنها حتی برای این کار فتوا نیز صادر کردند. آیا دیوانه شدند؟ چه کسی می تواند فتوا دهد در حالی که یاران جدم در مدینه هستند؟ به نظر نمی رسد آنها ملاحظه چنین چیزی را کرده باشند. و به خدا ریشه مشکلات همین است. رسول الله صلوات الله علیه فرموده شما را به تقوای خدا و اطاعت کردن توصیه می کنم. حتی اگر برده حبشی بر شما حاکم باشد، به راستی کسی که پس از من زنده بماند اختلافات فراوانی مشاهده خواهد کرد.
و بپرهیزید از امور جدید در دین، زیرا گمراهی است. هر کس این زمانه را دریافت، باید راه و روش من و جانشینان هدایتگرم را در پیش بگیرد و محکم بر آن چنگ زند. چرا امیر مؤمنان قسم خورده با آنها کاری نداشته باشیم؟ آنها سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را به کناری انداختند، به دلخواه خود فتوا می دهند و قرآن را با رأی خیش تفسیر می کنند. خدایا به تو پناه می بریم. نمی دانم ابن زهیر، نمی دانم. مطمئن نیستم چه اتفاقی می افتد. اتفاقی که برای ما می افتد یا آنها؟ نمی دانم. به خدا قسم کور شدی؟ آیا پس از یافتن راه دوباره میخواهی به بیراهه بروی؟ شاید راه اشتباه بوده و دچار توهم شده ایم. آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم نگفته هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی در آتش؟ یا شاید گمان میکنی که بدون عمل و پیروی از دستورات خدا او تو را پاک کرده و پاداش خیر به تو میدهد؟ نمیدانم ای هرگز، نمیدانم. چه خبر شده؟ علی ابن ابی طالب پاسخ عثمان ابن عفان را آورده. قسم میخورم ای ابن زبیر، نامه هایی که ادعا میکنند با مهر امیر مؤمنان به دستشان رسیده جعلی است. تو خط من و روش نگارشم را میدانی. امیر مؤمنان تا کنون هیچ پیمانی را نشکسته است. این سخن به درد کسانی میخورد که در پی حق باشند، اما آنها در پی فتنه اند نه چیز دیگری. همه ما میدانیم که آنها دروغگو هستند و خودشان هم میدانند، ولی تعداد زیادی از انسانهای بیگناه با آنها هستند که گناهی ندارند جز این که کم خرد و نادان هستند. بنابراین چاره‌ای نداریم جز این که سران فتنه را دستگیر کنیم تا خون این بیگناهان را حفظ کرده و به سوی حق بازشان گردانیم. میترسم راه دیگری نداشته باشیم مگر اینکه با این بیگناهان نیز درگیر شویم. افکارشان را مسموم کردند. حتی با بسیاری از رهبران فتنه هم قبیلند، یعنی اگر بدانند اشتباه کردند هم رهایشان نمی کنند. چاره ای جز شمشیر به نظرم نمی رسد. امیر مؤمنان راه حلت را نمی پذیرد. او به کلی این کار را رد کرد. تمام تلاش او این است که فتنه ای بزرگتر اتفاق نیفتد و مسلمانی خون برادر مسلمانش را به ناحق نریزد. برخی از یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم به امیر مؤمنان پیشنهاد کردند برای مدتی به شام برود تا فتنه فروکش نماید، ولی او قبول نکرد مدینه را رها کند. نزد حسن و حسین می روم و همراه آنها نزد امیر مؤمنان. او ما را طلبیده است. با من نمی آیی؟ نزد امیر مؤمنان هم دیگر را ملاقات میکنیم. بفرمایید. بفرمایید. حق با ابوالحسن است. ما نباید اجازه دهیم وی دست خالی برگردد. او بزرگوارتر از آن است که حتی با آنچه شما کردید دست خالی برگردد. گوش کنید. هیچ کدام از ما با نظر اشتر درباره منزلت علی ابن ابی طالب مخالف نیست. ما با او مخالفتی نداریم. ما فقط خواهان کنارگیری عثمان از خلافت هستیم. همین. بله. او باید رها کند و برود. همگی می‌دانید که ما بار اول وساطت ابوالحسن را پذیرفتیم و او به پیمانش وفا کرد، اما عثمان وفا نکرد. ولی شما از ابوالحسن شنیدید که عثمان آماده است به کتاب خدا قسم یاد کند که او از این تهمت مبراست. ما به اینجا نیامدیم که قسم او را بشنویم. آمده ایم که حق خود را بگیریم و تا آن را نگیریم باز نخواهیم گشت. دوستان، اگر این نامه بدون اطلاع او نوشته شده و بدون اینکه خبر داشته باشد مهرش بر آن زده، به خدا قسم مصیبتی بزرگتر است. تصمیم خود را گرفته اید و به قسم او راضی نمی‌شوید. قسمش چه به درد ما می‌خورد؟ او نزد ما متهم است اگرچه بیگناه هم باشد. اگر این اولین اشتباهش بود ما کاری با او نداشتیم، اما قلب او سرشار از کینه ماست، همان گونه که قلب ما. آنچه بار اول و این بار ما را به اینجا آورد سیاستی است که ابن عفان با رعیت خود در پیش گرفته و به سبب نحوه توزیع ثروت و انتصاب خیشاوندانش به عنوان والیان ما تو به ما ظلم کنند. ما تنها حق خودمان را می‌خواهیم. او به ما خیانت کرده. آیا می‌خواهی ای اشتر
پس از این که با چشمان خود حقیقت را مشاهده کردیم، وعده های دیگرش را قبول کنیم و تصدیقش کنیم؟ نه به خدا قسم، دیگر چنین نمی کنیم. ما دو راه داریم، یکی این که به جای ما گروهی دیگر بیاورد و بر آنها حکومت کند که نمی تواند، و یا ما خلیفه دیگر بیاوریم که عهده‌دار خلافت رسول الله صلی الله علیه و سلم. صلی الله علیه و سلم. حال که به خلافت عثمان رضایت نمی دهید، به جای او می خواهید با که بیعت کنید؟ آن شخص کسی نیست جز علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه، زیرا در خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم تربیت شده و از همان کودکی دژی مستحکم برای اسلام بوده. بله 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 بله، حسن شایسته است، این درست است. به خدا قسم سابقه ندارد که انصار خلیفه خود را عزل نماید. از آن می ترسم که ما کاری نباشیم، بلکه این کار با مشورت اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و در میان خودشان صورت گیرد. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آیا خبر ندارید که امیر مؤمنان دستور داده در مدینه سلاح حمل نکنند؟ بله میدانیم. پس چرا با خود شمشیر حمل میکنید؟ آیا حق نداریم با خود سلاح حمل کنیم با این وضعی که مدینه دارد؟ و نمیدانیم که این بیخردان چه در سر دارند؟ امیر مؤمنان به خاطر خودمان این دستور را صادر نموده است، زیرا او نمیخواهد دست مسلمانان به خون آلوده شود و شما زینت جوانان مسلمان هستید. شما کسانی هستید که در آغوش محمد صلی الله علیه و آله و سلم تربیت شدید. به خدا قسم اگر گردنش قطع می شد برایش آسان تر بود از این که یکی از شما زخمی بردارد. جانهای من چه ارزشی دارند اگر از امیر مؤمنان دریغشان کنیم؟ ولی اطاعت از امیر مؤمنان بر ما واجب است. درست می گویی، ما نباید کاری کنیم که امیر مؤمنان راضی نباشد. توکل بر خدا. بفرمایید، امیر مؤمنان منتظر شماست. دیر کردی ابن جبله. دیر آمدم چون مشغول اموری بودم که هم برای من و هم برای تو مهم است. می ترسم نقشه های من آنطور که می خواهیم پیش نرود، چون برای رسیدن به اهداف من دچار مشکلات زیادی شده ایم. خیالت راحت باشد ابن جبله، من برای شکست نیامدم. خداوند مکر آنانی که مکارند را به خودشان برمی گرداند. به ابن ابی بکر نگاه کن ابن سبع، می ترسم بر اهل مصر تأثیر گذاشته و آنها نظرشان را عوض کنند، مخصوصا پس از شنیدن سخنان علی ابن ابی طالب. آرام باش حکیم، ابن اودیس نخواهد گذاشت زمام امر به دست پسر ابی بکر بیفتد. همه چیز همان طور می شود که ما می خواهیم. یا از خلافت کنارگیری کند یا او را می کشند؟ مادرشان به عزایشان بنشیند که آتش به پا کرده. آنها از نردبان فتنه بالا می روند. می ترسم اگر در برابرشان سکوت کنیم بر گمراهیشان بیفزاید. اکنون دیگر نباید در برابرشان سکوت کنیم. صبر ما به آنها طمع و جرأت می دهد. به خدا اگر نمی دانستیم که امیر مؤمنان بر حق است و آنها ناحق، اگر نمی دانستیم که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در فضیلت او گواهی داده، او را بر این امر انتخاب نمی کردیم. مگر آنها بیشتر از ما دلسوز دین خدا اند. تو چه می گویی ابن عمر؟ می بینم ساکتی. فرزند امیر مؤمنان از خلافت کناره گرفت، آیا او همیشه در این دنیا میماند؟ نه. بر فرض که کناره نگرفت، آیا بدتر از قتل او میتوانند کاری بکنند؟ نه. آیا بهشت و جهنم او در دستان هاست؟
نه. امیر مؤمنان میگوید نباید لباسی که خدا بر او پوشانده درآورد تا مبادا این امر به سنت مبدل شود. آیا هرگاه گروهی از رهبر خود خوشنود نباشند باید او را بکشند؟ ظاهراً آنها میخواهند برای مدت طولانی اینجا بمانند. ای زینب، جوری از بازار مدینه خرید میکنند که گویی یکی از ساکنینن. امیر مؤمنان که خواستهایشان را پذیرفته دیگر چه میخواهند؟ نمیدانم زینب، نمیدانم، لکن امور اینجا اصلا خوب نیست. علی، برو ببین چه کسی در خانه را میزند. سلام بر نوه جعفر طیار و علی کرار. سلام علیکم. و علیکم السلام. خوش آمدی حسین. خوش آمدی ابی عبدالله. سلام بر تو. از کجا میایی؟ از نزد عمویت ابوالحسن. حال پدر چطور بود حسین؟ فکرش مشغول است ای زینب. حتی ابوالحسن نظری مخالف با امیر مؤمنان نگفته است. نظر درست همان است که امیر مؤمنان میگوید. ما فقط باید شنیده و اطاعت کنیم. چگونه امور مسلمانان سامان خواهد یافت در حالی که اجازه جنگ نداریم؟ امیر مؤمنان میترسد مسلمانان دچار فتنه شوند. او نمیخواهد که این سرکشان حرم مدینه رسول الله صلی الله علیه و سلم را حج که حرمت کنند. او مانند رفتار یک مادر با فرزندش با آنها برخورد می کند، اما آنها نمی فهمند. ولی چرا اجازه نمی دهد ما با آنها بجنگیم؟ گوش کن ای عمر، ابوبکر تو نیز گوش کن. یادتان هست پدر توصیه نمود بر اساس هوای نفس کاری نکنیم؟ یادتان هست که ما را به پیروی از خلیفه عادلمان توصیه نمود و گفت باید بشنویم و اطاعت کنیم؟ امیر مؤمنان بهتر از ما از اوضاع خبر دارد. او می داند که آنها اکنون زیاد هستند و جنگ با آنها یعنی حد که حرمت خون اهل مدینه. بله، ما نباید از دستورات امیر مؤمنان و پدرمان سرپیچی کنیم. دیدید که چه پاسخی داد؟ او قصد ندارد لباسی را که خداوند بر او پوشانده بیرون بیاورد. نظر شما چیست؟ چه کنیم؟ خب اگر خودش این کار را نکرد ما برایش این کار را میکنیم. چگونه؟ راهی ندارد جز این که بمیرد یا چه؟ یا کشته شود. دیوانه شده ای؟ او را بکشیم؟ بله او را میکشیم. مگر وقتی میخواستیم حقمان را بگیریم به ناحق خونهایمان را مباح ندانست؟ پس خون او نیز بر ما مباح است. آیا گمان میکنی اهل مدینه راضی شوند؟ هر کس از او دفاع کند خونش مباح است و همانطور میشود که خداوند متعال فرمود مردان منافق و زنان منافق همه از یک گروه هند. به کار زشت میخوانند و از کار خوب باز میدارند. ولی بیشتر اهل مدینه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند و کشتن آنها جایز نیست. ما حجت را بر او کامل کردیم و آنها نیز میدانند. ولی برخی نمیدانند. به نظر من کشتن راه حل نیست. ما راه را برایشان روشن میکنیم. بدین ترتیب مسئولیتمان در برابر خدا و مردم ادا می شود و در این هنگام هر که خواست ایمان بیاورد و هر که خواست کافر شود. ولی ابن اودش چگونه؟ چگونه ها؟ او را در تنگنا قرار می دهیم و هر روز سخنرانی می کند. باید مردم را بر علیه خود تحریک نموده و حق به وسیله باطل پوشیده شود. باید او را رسوا کنیم. این کار را به عهده من بسپارید. میخواهی چه کار کنی؟ خودم میدانم باید چه کنم. اینجا هستی؟ نمیخواهی بخوابی؟ دارم فکر میکنم. درباره چه؟ دنبال شخصی از مدینه هم که مورد اطمینانشان باشد. اقوام ما همگی در مدینه مورد اطمینان هستند. هم شجاع باشد و هم مورد اطمینان. زعیب؟ هیچ کس مانند زعیب نیست. میخواهمش اکنون؟ بهتر نیست تا صبح صبر کنی؟ نه
نباید درنگ کرد. باید بدانم چه در سر داری. پس از آوردن زعیب میفهمی. از کسانی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را دیده اند گواه می گیرم روزی که لشکر اسره را آماده می کرد فرمود چه کسی امروز بخشش قابل قبولی می کند؟ من نصف لشکر را از مال خود تجهیز کردم و 10,000 دینار نزد رسول الله صلوات الله علیه گذاشتم. رسول الله در حالی که مال را با دستانش زیر رو می کرد فرمود از این روز به بعد عثمان هر کاری کند به او گزندی نمی رساند. قسم به خدا که راست گفتی. گواهی می دهیم. هنگامی که به مدینه مهاجرت نمودیم دیدیم که آب گوارا اندک است و در مدینه بجز چاه رومه آب گوارایی نیست. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند کسی هست که چاه رومه را خریده و در اختیار مسلمانان قرار دهد و در عوض چشمه‌ای بهتر در بهشت به او داده شود، پس من آن را با دارایی خیش خریده و به مسلمانان دادم. هنگامی که مسجد پیامبر بر مردم تنگ شد، کسانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم را دیده اند، گواه می گیرم که فرمود چه کسی در برابر توسعه مسجد خانه‌ای در بهشت می‌خواهد؟ من با مال خیش خانه کنار مسجد را خریده و به مسجد اضافه کردم. بله، به خدا قسم راست گفتی. بله، گواهی میدم. به چه جرمی با من چنین می‌کنند؟ این دین بر دوش من و برادران مهاجر و انصارم بنا شد، پس به کدامین حق جنگ با من را مباح می دانند؟ چیزهایی که می گویی درست است، البته قبل از اینکه در امانت خدا خیانت کرده و پیمان شکنی کنند. رهایشان کنید. امیر مؤمنان به شما می گوید رهایشان کنید. رهایشان کنید. به خدا قسم دلهایشان کور و چشمانشان از راه حق منحرف گشته. آیا نشنیدند که عثمان می گفت کسانی که رسول الله صلوات الله علیه را دیده اند گواه می گیرم که هنگامی که من را به سوی مشرکان مکه فرستاد دست راست خیش را در دست دیگرش قرار داد و فرمود این دست عثمان است که با من بیعت می کند؟ اشک از چشمانم جاری شده بود هنگامی که خلیفه مسلمانان به لرز در آمدن کوه در روز احد را بازگو کرد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم پایش را بر آن کوبید و فرمود آرام باش احد، زیرا بر تو به جز نبی یا صدیق یا شهید پای نگذاشته است. این قوم از او ایراد گرفته و گمان می کنند لیاقت خلافت را ندارد، در حالی که کدام یک از صحابه پیامبر صلوات الله علیه مانند اوست. صلی الله علیه و سلم ایستادنش در برابر آنها و دفاعی که از خود می کرد دلم را به درد آورد. ای کاش سخنانش را فهمیده باشند. امیدوارم به جایی نرسند. آنها دست از این کار بر نمی دارند مگر اینکه شمشیرهایمان را در مقابل خود ببینند و آنها را به راه راست برگردانیم. هیهات هیهات که چنین شود، زیرا امیر مؤمنان جنگ با آنها را بر ما حرام کرده و فکر نمی کنم از رأی خود بازگردد. گستاخیشان را دیدید نسبت به امیر مؤمنان. کارهایشان خشم درونم را برافروخته بود، ولی آن را فرو خوردم زیرا در مسجد جدمان صلی الله علیه و سلم بودیم. به خدا قسم فقط اطاعت از امیر المؤمنان باعث شد بلایی به سرشان نیاورم. البته از ضرب و جرح بی نصیب نماندند. آنها با وضعیت بسیار بدی از مسجد رانده شدند. از این ناراحتم که رانده شدگان حتی حرمت خانه خدا را رعایت نکردند، مکانی که عثمان با مال خیش در توسعه اش سهیم شد. چه زشت به تو تهمت می زنن ای عثمان.
به نظرت کارشان تا همین حد پایان میپذیرد؟ خدا کند چنین باشد. نزدیک بود کشته شویم. به من گفته بودی همراهت بیایم. مرا با خود آوردی و به مسجد بردی. سپس کاری که خواستی انجام دادی و با عثمان بحث کردی. اگر او حمل سلاح را در مدینه ممنوع نکرده بود، من و تو اکنون در زمره اموات بودیم. مهم این است که جان سالم به در بردی. کجا می روی قیس ابن عباده؟ ای فرزند بزرگ انصار. نزد امیر مؤمنان عثمان می روم تا اجازه جنگ با این اوباشی که مدینه را محاصره کردند را از او بگیرم. انصار خدا و رسولش قسم یاد کرده که جلوی آنها را بگیرند. احسنت بر تو و بر انصار قیس، ولی امیر مؤمنان تو را نیز از جنگ منع می کند، همان گونه که ما منع شدیم. سعی می کنم قانعش کنم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار. قیس ابن عباده حق دارد. اگر ما برابرشان سکوت کنیم، آنان بیش از این دست رازی می کنند. باید همین جا جلوی آنها را بگیریم. در حالی که امیر مؤمنان بین ماست، می خواهند او را بکشند. می خواهند او را در حرم مدینه به قتل برسانند. پس باید مرزی برایشان مشخص کنیم. در واقع به او سه پیشنهاد دادم. گفتم یا به جنگ با آنها برویم نفرات و نیرو که داریم و تو بر حق هستی و آنها باطل، و یا اینکه به سوی مکه سفر کنی، یا اینکه به سوی سرزمین شام بروی، زیرا معاویه ابن ابو سفیان آنجاست. ولی او همه را رد کرد و گفت: به خدا قسم من اولین کسی نخواهم بود که با خونریزی در میان امت رسول الله صلوات الله علیه مخالفت میکنم. اما در مورد رفتنم به مکه، حال که آنها خون مرا در مدینه مباح دانستند، چه تضمینی هست که در مکه خونم را نریزند؟ و اما راجبه به شام رفتنم، من هرگز سرزمین هجرتم و مدینه رسول الله صلوات الله علیه را ترک نخواهم کرد. وای بر تو ابن جبله! آیا عثمان با کتاب خدا و کلام رسول الله دهانت را بست و جوابش را ندادی؟ مگر او از یاران رسول الله نیست؟ او میداند هر آیه‌ای درباره چه نازل شده. چرا که نه؟ چرا او از یاران رسول الله نباشد؟ به نظر میرسد به او تمایل پیدا کرده اشتر. آیا آنچه گفتم صحیح نیست؟ هر بار با او مناظره میکنی دهانتان را میبندد و مردم بیشتر اطراف او گرد می آیند. شما به او فرصت می دهید تا حقایق را بر مردم بپوشاند. بله به خدا، می بینید حتی ما هم با هم اختلاف نظر پیدا کردیم. منظور چی ابن جبله؟ عزمتان را یکی کنید. زمان زیادی گذشته. او را محاصره کنید. به او بفهمانید که اگر کنارگیری نکند با او خواهید جنگید. دیگر صبرمان لبریز شده. حتی نباید بگذاریم او برود به مسجد. ما از الان نباید بگذاریم او برود به مسجد، زیرا سخنانی میگوید که سبب شده اهل مدینه از ما فاصله بگیرد. و اگر کنارگیری نکرد؟ اگر کنارگیری نکرد، طور دیگری با او رفتار خواهیم کرد. سلام بر امیر معاویه. و علیکم السلام و رحمت الله. خبرهایی به من رسیده که بیان می کند آشوبگرانی که به مدینه نزد امیر مؤمنان رفته بودند به شهر بازگشتند. همه آنها؟ بله، اهل مصر به همراه محمد ابن ابی بکر که جایگزین عبدالله ابن ابی سهر شده بازگشتند. اهل بصره نیز پس از اینکه به آنها وعده عزل سعید ابن ابی عاص و جانشینی عبدالله ابن ابی عامر داده شده نیز بازگشتند. اهل کوفه نیز همچنین. آیا اهل کوفه نیز درخواست عوض شدن ابو موسی اشعری را کردند؟ نه، خلیفه آنها را به ولایت او راضی کرد، مگر کسی مانند او یافت می شود. تو اهل عراق را نمی شناسی ای زحاک.
از هیچ کس خوششان نمی آید. آیا آنها نبودند که از امیر مؤمنان عمر ابن خطاب رحمت الله درخواست کردند سعد ابن ابی وقاص را عوض کند؟ کسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دربارش فرمود او دایی من است. کدام یک از شما دایی چنین دارید؟ ای زهاک، سعد اولین کسی است که در راه خدا تیر انداخت و اولین کسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به او فرمود که پدر و مادرم فدایت باد. خدا را شکر همه چیز به خیر گذشت. امیدوارم چنین باشد ابن قیس، ولی آنان آشوبگرند. ای کاش امیر مؤمنان نصیحت مرا میپذیرفت و به شام آمده و اینجا مستقر میشد. امیر مؤمنان مصلحت مسلمانان و خودش را بهتر میداند. نمیدانم، ولی به اتفاقاتی که افتاده خوشبین نیستم. ای ابن قیس، از تو میخواهم که بی هیچ درنگی پیگیر اخبار خلیفه باشی تا اینکه امور آرام گیرد. خبرها را یکی پس از دیگری برایت میآورم. نگران نباش ابا عبدالرحمن. از اهل خودمان چه خبر؟ از اهل شام چه توقعی داری؟ آنها همه در خیر و خوبی اند. ای کاش همه مانند اهل شام بودند. دیگر فتنه و آشوبی در کار نبود. ولی ای کاش چه سودی دارد؟ پدر ما را بر حذر داشته که از امیر مؤمنان سرپیچی نکنیم. امیر مؤمنان با قسمش دست ما را بسته. ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا و پیامبر اطاعت کنید و از فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداری کنید. سلام علیکم. علیکم السلام. بفرما ای عبدالرحمن. خوش آمدی. خدا را شکر که همگی اینجا هستید. چه شده ای عبدالرحمن؟ مضطرب به نظر میرسی. نگران برادرم محمد هستم. این اراذل او را فریب داده و با خود همراه کردند. خواهرم ام المؤمنین عایشه از من خواسته تا محمد را از آنها جدا کنم. و اگر؟ میترسم او از بیم مجازات امیر مؤمنان بر نگردد چنان که تصور میکند، و من نمیخواهم بدون اطلاع امیر مؤمنان به سراغ او بروم. پس چرا نمیروی او را مطلع کنی؟ خواهم رفت، ولی بهتر از شما هم با من بیایید، زیرا تنهایی خجالت میکشم چنین مسئله ای را نزد امیر مؤمنان مطرح کنم. باشد، با کمال میل. پس چرا نشسته اید؟ در کار خیر حاجت هیچ استخاره ای نیست، برویم. توکل بر خدا. بفرمایید. بسم الله. بشنوید و هوشیار باشید. 5 نفر از شما را میخواهم. مسجد را محاصره کرده و هرگاه او را مشاهده کردید در دلش ترس اندازید، بیان که به او آزاری برسانید. شنیدید؟ اما مردم مصر و بصره، از شما میخواهم که در اطراف خانهش پخش شوید، بیان که به او کاری داشته باشید، مگر زمانی که فرمان من بیاید. فهمیدید؟ مگر زمانی که فرمان من بیاید. حالا بروید. اطاعت میشود. بروید به امید خدا. بروید. اگر به مأمورانش دستور گرفتن آنها را داد چه؟ ای کاش این کار را بکند. ای کاش این کار را بکند خافقی. ابن سبا، ابن سبا، مژده ابن سبا، مژده. بالاخره افرادی را فرستادن تا از رفتن عثمان به مسجد جلوگیری کنند. پس بالاخره دست به کار شدن. چه خبر از زعیب؟ به مدینه رفته و دوستان زیادی گرد او جمع شده و از کتک خوردنش خیلی عصبانی هستند. نه گروه خودمان در مدینه؟ آنها در حال افزایش بوده و میخواهند تو را در خانه هایشان میهمان کنند. آفرین بر آنها. اما تو میدانی عثمان مرا از مدینه بیرون کرده و آمدنم به آنجا ممنوع است. اگر یکی از آنها مرا ببیند و به عثمان گزارش دهد، بر من حد جاری میکند. گفتند شبانه بیاید تا او را ببینیم و کسی از آمدنش با خبر نشود، و اگر نمیترسیدند دستانشان رو شود، خود نزدت میآمدند. به زودی انشالله. آنچه میبینم تو هم میبینی؟ کیست که نبیند؟
امروز نباید بدون شمشیر به مسجد برویم. آیا امیر مؤمنان آنها را دیده است؟ دیده، ولی به ما اجازه برخورد با آنها را نداده. آنها در پی فتنه هستند، ولی نمی توانند ما را فریب دهند. این فقط شروع طوفان است. اگر دست من بود، آنها را برای رضای خدا می کشتم. باید از خدا بخواهیم به ما صبر عطا کند و مشکلاتمان را برطرف کند. با امیر مؤمنان درباره تو سخن گفتم. او گفت می داند تو قربانی فریبکاری آنان شده ای و او تو را بخشیده است. ولی من فرمانی که او داده نبخشیدم. سپس من به مدینه باز نمی گردم تا زمانی که او نویسنده نامه را تحویل داد یا اعتراف نکرده خودش دستور داد این نامه نوشته شود و یا در برابر مردم به گناه خیش اعتراف کند و بعد کنارگیری کند. اراجیف آنها را باور کرده ای؟ همانطور که بسیاری از اهل بصره و کوفه و مصر باور کردن؟ برادرم، همه اینها نیرنگی بیش نیست تا امور مردم را بر وفق هوا و هوس خود سوق دهند. عبدالرحمن، اگر با دو چشمانم نام خود را در نامه‌ای که مهر عثمان بر آن بود نمی‌دیدم، ادعایش را باور می‌کردم. ولی هیهات، من دیگر فریبش را نمی‌خورم. خواهرمان عایشه ام المؤمنین تو را قسم داده که برگردی و این فتنه‌گران را رها کنی. نزدیک است به خاطر تهمت‌هایی که به امیر مؤمنان هم نشینه رسول خدا صلوات الله علیه و دامادش می‌زنند، خشم خدا بر سرشان فرود آید. هرچه خواهرم ام المؤمنین عایشه بگوید به روی چشم، به جز در این امر که تصمیمم را گرفتم. میبینی چه شده ای حسن؟ منظورت آنهایی است که امیر مؤمنان را تهدید میکنند؟ این اراذل اوباش منتظر فرصتی هستند تا به امیر مؤمنان دست پیدا کنند. به خواست خدا نمی توانند. آنها در پی این هستند که او را خشمگین کرده تا عکس العمل نشان دهد، سپس عکس العملش را حجتی بر ریختن خون مسلمانان قرار دهند. اگر رهایشان کنیم هم به گمراهی خود می افزایند. امیر مؤمنان تلاش می کند پاسخ بدی را با محبت و بخشش بدهد. تصمیم گیری او بی دلیل نیست، نتیجه تجربه یک عمر طولانی است. می دانی خلیفه چند سال دارد؟ سن امیر مؤمنان زیاد است. سنش از 80 گذشته. او ما را از زمان گهواره به یاد دارد. ما همه عموزادگانی هستیم که در مکه بودیم و خداوند پیامبرش محمد صلی الله علیه و سلم را به عنوان هدایتگر و بشارت دهنده مبعوث نمود. پدرها و مادرهایشان را رها کردند و حتی مکه. آیا می دانی رها کردن مکه یعنی چه؟ به خاطر دین رهایش کردند، به خاطر همه ما. دین اسلام را با دل و جان بر دوش کشیدند تا انسانها را هدایت کنند. پس از او ابوبکر و عمر، خدا رحمتشان کند، آمده و انسانها را گروه گروه به دین وارد نمودند و به خود سختی می دادند تا مردم در آسایش باشند. بیدار بودند تا مردم بخوابند، می مردند تا مردم زنده بمانند. و اکنون اسلام سرزمین ها را می پیماید در حالی که در دامان نور به همراه دارد. گمان نمی کنم امیر مؤمنان بعد از تمام چیزهایی که با آن مواجه شده بیم از جان خود داشته باشد. بعد از آن همه نعمت هایی که خدا به مسلمانان عطا نمود، 80 سال برای کسی که زیر پرچم پر افتخار اسلام پیروزی‌های زیادی را دیده، محال است اجازه دهد خون‌های پیروان خطاکارش ریخته شود. نه، آنها او را از مرگی می‌ترسانند که قطعاً آمدنی است. آن وقت است که با دیدار محبوبانش به آرزوی خود می‌رسد، با دستانی پاک از خون مسلمانان. قسمت سوم. منظورت آنهایی است که امیر مؤمنان را تهدید می‌کنند؟ این اراذل اوباش منتظر فرصتی هستند تا به امیر مؤمنان دست پیدا کنند. به خواست خدا نمی‌توانند. آنها در پی این هستند که او را خشمگین کرده تا عکس العمل نشان دهد، سپس عکس العملش را حجتی بر ریختن خون مسلمانان قرار دهند. اگر رهایشان کنیم هم به گمراهی خود می‌افزایند. امیر مؤمنان تلاش می‌کند پاسخ بدی را با محبت و بخشش بدهد. تصمیم گیری او بی دلیل نیست، نتیجه تجربه یک عمر طولانی است. می دانی خلیفه چند سال دارد؟ سن امیر مؤمنان زیاد است. سنش از 80 گذشته. او ما را از زمان گهواره به یاد دارد. ما همه عموزادگانی هستیم که در مکه بودیم و خداوند پیامبرش محمد صلی الله علیه و سلم را به عنوان هدایتگر و بشارت دهنده مبعوث نمود.
پدرها و مادرهایشان را رها کردند و حتی مکه. آیا میدانی رها کردن مکه یعنی چه؟ به خاطر دین رهایش کردند، به خاطر همه ما. دین اسلام را با دل و جان بر دوش کشیدند تا انسانها را هدایت کنند. پس از او ابوبکر و عمر خدا رحمتشان کند آمده و انسانها را گروه گروه بدین وارد نمودند و به خود سختی میدادند تا مردم در آسایش باشند. بیدار بودند تا مردم بخوابند، میمردند تا مردم زنده بمانند. و اکنون اسلام سرزمین ها را میپیماید در حالی که در دامان نور به همراه دارد. گمان نمی کنم امیر مؤمنان بعد از تمام چیزهایی که با آن مواجه شده بیم از جان خود داشته باشد. بعد از آن همه نعمت هایی که خدا به مسلمانان عطا نمود، 80 سال برای کسی که زیر پرچم پر افتخار اسلام پیروزی های زیادی را دیده، محال است اجازه دهد خون های پیروان خطاکارش ریخته شود. نه، آنها او را از مرگی می ترسانند که قطعا آمدنی است. آن وقت است که با دیدار محبوبانش به آرزوی خود می رسد با دستانی پاک از خون مسلمانان. از رفیقان من چه خبر؟ حتی برای نماز هم نمی تواند از خانه خارج شود. برخی از افراد ما تهدیدهای ما را به گوشش رساندند. و اهل مدینه؟ آنها به دستور عثمان کاری با افراد ما ندارند. تا کی باید در این وضعیت بمانیم؟ منتظر چه هستیم؟ زیاد طول نمی کشد، من به شما قول می دهم. به نظرم عثمان در حال دادن بهانه به دست ما است. این کار را می کند، حتما این کار را می کند. حقوق آنها در کمین امیر مؤمنان هستند و او نمی تواند به نماز جمعه برود. می ترسم خون ریزی روی داد. هر اتفاقی می خواهد بیفتد. جان من چه سودی دارد اگر آن را در دفاع از جانشین رسول الله صلوات الله علیه فدا نکنیم؟ او حاضر از جان خیش را فدای هزاران جان بیگناه کند ابن عوام. به خدا قسم جنگیدن با آنها برای من حلال شده. چگونه خدا برای من حلال کرده؟ گمان نمی کنم با آنها بجنگی و از فرمان امیر مؤمنان سرپیچی کنی. آیا چنین می کنی؟ نه، هرگز چنین نمی کنم. پس با آنها نماز نمی خوانیم. به خانه امیر مؤمنان می رویم و در خانه ایشان نماز جماعت می خوانیم. نظر خوبی است. احسنت ای عمو. به او می پیوندیم و در خانه اش نماز می خوانیم و با این کار نیرنگشان رو به خودشان باز می گردانیم. پس بشتابید. برویم. آرام باش ای ابا یوسف. روزهای گذشته مشغول تجهیز حجاج بیت الله بودیم و میدانی که امسال خدا را شکر تعدادشان زیاد شده. به همین دلیل کمی حقوق ها به تأخیر افتاده. مشغول بودیم. دائما برای خود عذری میتراشی ای معاویه. بگو امیر معاویه. تو پدرش هستی؟ نه. پس عمویش هستی؟ نه. پس حتما یکی از خویشاوندانش هستی. چنین شرفی را از کجا بیابم؟ این گفتگو بین من و مردی بالغ است. چرا در کاری که به تو مربوط نمی شود دخالت می کنی؟ ابا یوسف، اعتراف می کنم حق با توست. آیا اشتباه مرا نمی بخشی خدا خیرت دهد؟ هرگاه اصلاحش کردی می بخشم. چقدر صبر داری ای ابا عبدالرحمن، خیلی در مقابلش تحمل کردی. ای ابا مسلم، بدترین حجز این است که مشکلت را با دست حل کنی در حالی که می توانی آن را با زبانت بکشایی. اگر تنها تفاوت میان سخن نیک و زشت فقط گفتن آن بود، به جز دشنام از مردم چیزی نمی شنیدی. ولی انسان خردمند سخن نیکو را بر سخنان دیگر ترجیح می دهد، حتی اگر دوست نداشته باشد. از این گذشته این شخص حقش را می خواست. اگر او نمی دانست چگونه خواستش را زیبا مطرح کند، ما باید بدانیم چگونه پاسخش را زیبا بدهیم. تو دیگر کیستی ای کاتب وحی رسول الله؟ تو دیگر کیستی؟ سلام بر امیر یارانش. و علیک السلام و رحمت الله. خوش آمدی، خوش آمدی ابن قیس. درود بر بزرگ مزر. رسیدم به خیر. چه خبرهایی آوردی؟ حجاج را به حوران رساندم و مطمئن شدم مسیر درست می روند. گفتم قبل از اینکه به خانه بروم به شما خبر خوش دهم. خدا بهترین پاداش ها را نصیبت کند. اکنون برو به خانه و استراحت کن. عصر می بینمت. خدا نگهدارتان باشد.
خیلی طول کشیده ابن اودیس. افراد دارن خسته می شوند و عثمان همچنان همان موضع را دارد. به نظرت می خواهی چه کار کنم؟ او چند هفته است که در خانه مانده، یعنی بیرون نمی آید؟ همینطور بیرون منتظرش باشیم؟ عثمان به کنارگیری راضی نمی شود. مردم برای ادای حج به راه افتادند و او نیز ناچار است با آنها برود. و اگر نرفت؟ عجله نکن، او حتما بیرون می آید، زیرا اکثر اهل مدینه خواهند رفت به حج و او از ترس ما هم که شده اینجا نخواهد ماند. میدانی پس از این همه انتظار چه به ذهنم خطور کرده ابن جبلا؟ چه فکری؟ احساس می کنم هر یک از ما منتظر است دیگری برای قتل عثمان پیش دستی کند و اینکه رفیقش پیش قدم شود، نه او. من هم همین طور فکر می کنم. میدانی معنای این چیست؟ معنایش چیست؟ معنای آن این است که وجدان من احساس گناه می کند، یا لااقل ما کاملا بر حق نیستیم. شاید این فقط احساس شخصی تو باشد و برای یافتن راه گریز می خواهی بر همه تعمیمش دهی. به خدا قسم هیچ کس در بین ما شکی ندارد بجز تو. می بینم به آسانی در هر موضوعی که می دانی یا نمی دانی قسم می خوری. چه می گویی اگر بگویم بسیاری از افراد ما نظرشان مانند من است؟ پس چرا در بین ما مانده ای اگر گمان می کنی کار من اشتباه است؟ چه کسی گفته تو اشتباه می کنی؟ اینها فقط افکاری بود که در سرم می گذشت. شاید هم صبر تو خیلی زیاد است. کسی نیست که صبرش لبریز نشده باشد. یک ماه است که در این حالت به سر می بریم. هیچ راهی برای دستیابی به عثمان نیافته ایم و منتظر نشسته ایم تا ببینیم چه رخ خواهد داد. مردم رفتن به حج را آغاز کرده اند. عیدشان را روز رهایی از عثمان قرار می دهیم. بله به خدا، ابن عباس به من خبر داده که امیر مؤمنان او را مسئول حجاج قرار داده. لا حول ولا قوت الا بالله. دیروز نماز و امروز حج، که میداند فردا چه باشد. بفرما بنشین. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. به درخواست خالت ام المؤمنین عایشه اینجا آمدم، خواهرزاده. من گوش به فرمان خاله‌ام ام المؤمنین عایشه هستم. مادر مؤمنان نیت حج کرده. دلیلش چیست که در این اوضاع میخواهد به حج برود؟ هر روشی را به کار بردیم تا برادرم محمد ابن ابی بکر را از این آشوبگران دور کنیم. برای همین مادر مؤمنان تصمیم گرفته به حج رفته و از او بخواهد به عنوان محرم همراهش برود. شاید از دست این فتنه‌گران رهایی یابد. فکر خیلی خوبی است، زیرا وجود محمد بین این آشوبگران سبب شده برخی به او جذب شوند، زیرا ابوبکر رحمت الله علیه در دل مسلمانان جایگاه ویژه‌ای دارد. به همین دلیل نزد تو آمدم تا نزد داییت بروی. من قبلا پیش او رفتم ولی سخنم را قبول نکرد. شاید به خاطر محبتی که به تو دارد بتوانی بر او تأثیر بگذاری. به روی چشم، این کار را میکنم دایی. خدا خیرت دهد. آیا از آنها کار ناممکن طلب کرده ایم؟ این که عفان کنار رود و جایش را به دیگری دهد. عمویم ابوالحسن لایق این منصب است، آیا اینطور نیست؟ مگر ما چیز دیگری گفتیم؟ ولی علی ابن ابی طالب قبل از عثمان این امر را نپذیرفت. علی یا زبیر یا طلحه یا سعد ابن ابی وقاص فرقی نمی کند، مهم این است که آنها گوش به فرمان ما باشند، چون ما بهتر از همه مصلحت مسلمانان را می دانیم. رأی تازه‌ای طرح مکن ابن اودیس. بگذار بر علی اتفاق کنیم تا نگویند آنها گروهی هستند که نمی توانند بر یک نظر جمع شوند. این گونه حجتمان قوی تر است. خوش آمدی پسر خواهرم. درود بر تو دایی.
چرا اینجا ایستاده ای؟ بفرما. با شما کار دارم دایی. والله به احترام ابوبکر و زبیر ابن عوام، او را به اسبش نبستم و به مدینه نفرستادم. کاری با او نداشته باش، بیا. چه خبره خواهر زاده؟ خاله ام ام المؤمنین عایشه میخواهد به حج برود و من را فرستاده تا خبرت کنم که با او همراه شوی. چرا تو با او نمی روی؟ یا دایت عبدالرحمن یا پسر دایت محمد ابن طلحه ابن عبیدالله؟ دایی جان، من نمیتوانم در این اوضاع و احوال مدینه را رها کنم. دایی عبدالرحمن نیز همچنین، اما محمد ابن طلحه پدرش اجازه نمیدهد در حالی که امیر مؤمنان در محاصره است مدینه را ترک کند. آیا عثمان امسال با مردم به حج خواهد رفت؟ عثمان؟ نامش دیگر عثمان شد دایی؟ مگر نام جدیدی برخیش نهاده؟ بله، نام او امیر مؤمنان عثمان است. دایی، این کارها را رها کن. این مال زمانی بود که بر حق بود. هنوز هم بر حق است. دایی، گمان نمی کنم جدم ابوبکر خوشحال باشد از بودنت با این اراذل و اوباش. فکر نمی کنم ابوبکر از آن چه رفیقش با پسرش انجام داده خوشحال باشد. و اگر این اراذل و اوباش به قول تو نبودند، سرم به فرمان امیر مؤمنان برباد رفته بود. بعد از این ما امر ناممکنی نخواسته ایم. می خواهیم او از خلافت کنارگیری کند. اگر بیش از این طول بکشد تمام کسانی که با ما هستند قانع خواهند شد. کسانی که با ما هستند بیش از ما به خواسته های ما ایمان دارند. در صف آنها بسیاری از صحابه هستند که به عثمان تمایل دارند و فراموش نکن مردم آنها را دوست دارند و به آنها اطمینان می کنند. پس چاره چیست؟ باید کار را جلو بیاندازیم، وگرنه عاقبت من وخیم خواهد شد. آنها چه بد می نگرند، کارشان فتنه انگیزی است. میخواهند خلیفه کنار رود و پدرم علی به جای او بیاید تا فتنه و آشوب به پا شود. نتوانستند سخن خود را به مردم بقبولانند. جانشینی پدر عمر را مطرح کردند تا صفای مسلمانان را متفرق کنند. آن کس که حقیقت را با چشمانش ندیده دروغ‌هایشان را باور می‌کند. آیا گمان می‌کنی این امر تنها در یک شبانه روز به وجود آمده؟ آنها بر آتش خاموش می‌دمند. حق با ابن عباس است. همه چیز به شکلی منظم و زمان‌بندی شده طراحی شده است. استغفر الله العظیم. بگوی عبدالرحمن، پس از اینکه برادرت محمد قبول نکرد با ام المؤمنین به حج برود، آیا مادر به حج می رود؟ هنوز امیدش را از دست نداده. می خواهد برود تا شاید محمد به وی ملحق شود، زیرا ام المؤمنین را خیلی دوست خدا دارد. خدا تلاشای مادر مؤمنان را قبول کند. شاید خدا خواست و محمد ابن ابی بکر از چنگ این اوباش نجات پیدا کرد. آمین. چه شده بگو؟ فقط ابن اودیس و ابن جبله که نزد او خابیده اینجا هستند. و ابن ابی بکر در خیمه‌اش است. آیا تو مطمئنی که اشتر به مدینه رفته؟ با همین دو چشمم دیدم. باشد، تأخیر نخواهم کرد. فوراً به بازار برو ای سهیل و مردم را صدا بزن تا سهمیه خود را بگیرند. امیر مؤمنان اینطور خواسته. اما مروان، هنوز زمان توزیع سهمیه نرسیده است. امیر مؤمنان میخواهد قبل از رفتن مردم به حج توزیع شوند تا بتوانند نیازهای خود و خانوادهشان را برطرف نمایند. فراموش نکنی سهمیه صحابه و فرزندانشان را باید به خانه هایشان ببری. می‌بینم تنها نشسته ای ابن ابی بکر. چه شده؟ گویی نسبت به آنچه می‌خواهی مطمئن نیستی. این برای اولین بار است که درخواست خواهرم عایشه ام المؤمنین را رد می‌کنم. از تو چه خواسته که اجابت ننموده ای؟
از من خواسته امسال با او به حج بروم. عجیب است، رفتن به حج همراه با مادر مؤمنان را رد می کنی و حاضری با عربهای بادی نشین بمانی؟ طوری سخن می گویی که گویی از آنان نیستی؟ نه، نیستم. من برای برکناری عثمان به اینجا آمدم. سابقه نداشته که خلیفه مسلمانان برکنار شده. من و تو کیستیم که بر خلیفه جون عثمان بشوریم؟ ما تصمیم خود را گرفته ایم. راهی برای برگشت نیست. میدانی در مورد این قوم که بر عثمان شوریدند و ما با آنها هستیم به چه نتیجه رسیدم؟ چه نتیجه ای؟ احساس می کنم که هر کدام از آنها برای قیام علیه عثمان دلیلی دارد. گروهی بزرگ در طمع مال و منالند و گروهی کینه او را در دل دارند، زیرا حکم خدا در میانشان اجرا نموده و گروهی تعصب قبیله ای آنها را برانگیخته است، ولی همه در دشمنی با عثمان اتفاق نظر دارند و بعد از این آنها در همه چیز اختلاف نظر دارند. تو از کدام گروه هستی؟ به خدا قسم من مشکلی با اون ندارم، مگر اینکه پیمان شکسته میخواسته مرا به قتل برساند. از این گذشته گناه من چیست که اهل مصر میخواهند من والیشان باشم؟ تو را به قتل برساند؟ واضح گشته که شخصی شبانه این نامه را تحریزی نموده تا آتش فتنه بین ما و عثمان را شعله ور کند. نمیدانم تو چرا نمیخواهی این را ببینی. خواهیم دید که چه میشود. خواهیم دید. یکی از افراد پیشنهاد کرده اجازه ندهیم آب و غذا به او برسد تا بیشتر در تنگنا باشد. پیشنهاد درستی است. به نظر می رسد معاصره او در خانه خیلی سودمند نبوده است. با این نظر موافقم. تا وقتی غذا و آب دارد معاصره ما چه سودی خواهد داشت؟ باید او را در تنگنا قرار دهیم تا خلافت را رها کند. شما نیز همین طور فکر می کنید؟ اگر از همان اول این کار را کرده بودیم در وقت و توانمان صرف جویی شده بود. بنابراین باید قوی ترین افرادمان را انتخاب کنیم و در اطراف خانهش بگذاریم تا آب و غذا به او نرسد. باید همه از این کار با خبر باشند و بدانند و کسی جرأت سرپیچی به خود راه ندهد. نباید نسبت به کسی که سرپیچی کرد هیچ نرمی نشان داد تا مردم ما را بهتر بشناسند. عبدالرحمن، سلامم را به مادر مؤمنان برسان. پس از اینکه امراهی با او را نپذیرفتم دیگر نمیتوانم در چشمانش بنگرم. اما من کاری را آغاز کردم که باید تا آخر ادامه دهم. برادر، کاری مکن که سرانجام آن ناپیداست. بترس از کاری که فردا برایت پشیمانی بیاورد. خدا به امرات. السلام علیکم. و علیکم السلام. خوش آمدی ابن آس. بفرما. چه شده ابن آس؟ نگاهت غمگین است. آمدم از شما خداحافظی کنم.
که به حجاج بیت الله بپیوندی؟ نه، میخواهم به فلسطین بروم. امیر مؤمنان به من اجازه این کار را داده. اکنون؟ تو که میبینی ما در چه وضعی هستیم؟ میخواهی امیر مؤمنان را رها کنی در حالی که او به ما نیازمند است؟ یا ابا هریره، وقتی چهره این آشوبگران را مشاهده میکنم اما نمیتوانم هیچ کاری کنم، رفتن برایم بهتر از ماندن در مدینه است. فکر نمیکنی برای رفتن به فلسطین کمی عجله میکنی ابن آس؟ من نزد امیر مؤمنان رفتم و با او گفتم اجازه بده سراغ آنها بروم حتی اگر مرا بکشند. اگرم این کار را بکنند مهاجرین انصار به آنها امان نمیدند، ولی او قبول نکرد و من را از روبرویی با آنها من نمود. او میخواهد خونهای ما را حفظ کند گرچه به قیمت خون خودش تمام شود و من طاقت چنین چیزی را ندارم. سخت نگیره ابن آز، بشین. حال ما نیز بهتر از تو نیست، بشین. دیگر صبرم لبریز شده. تصمیم خود را گرفتم و باید بروم. تنها میروی؟ نه، خانواده‌ام را نیز با خود میبرم. به خدا قسم دوریت برای من سخت است یا ابو عبدالله. من هم همچنین، اما دلخوشی ما این است که به سرزمین معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم خواهم رفت، به فلسطین. ابا هریره، برای من دعا کن تا مشکلات من آسان شود یا ابا عبدالله. پچ اهل مصر زیاد شده است، گمان می کنم چیزی در سر دارند. گفتگوی معمولی بیش نیست، ما فقط باید منتظر باشیم. انتظار تا کی؟ نمی دانم عجلت برای چیست. از ماندن در اینجا خوشت نمی آید؟ رفاقت طولانیت با من یک ذره هم به عقلت نیفزوده خراس. کجا؟ نگفتی کجا می روید؟ آب بیاوریم. برگردید به همان جایی که بودید. ولی در خانه آبی نداریم. روزه بگیرید، سالم بمانید. اجازه نمی دهید هیچ کس برایشان غذا یا آب بیاورد، هر که باشد، حتی اگر مجبور به جنگ شوید. شیرفهم شد؟ به خدا من نیز با آن چه عمو ابوالحسن می گوید تمایل دارم. معقول نیست که شهر خیش را رها کنیم، حتی اگر برخی از بزرگان اینجا را ترک کنند. ولی تو می دانی پسرمو، این آشوبگران صراحتاً گفتند که می خواهند به جای امیر مؤمنان عثمان پدرمان خلیفه مسلمانان شود. فردا اگر هر اتفاق ناگواری روی داد، کسانی که حقیقت را نمی دانند می گویند دست ما در کار بوده، در حالی که ما بیگناهیم. ولی ای برادر، اگر اتفاق بیفتد، رفتن من از مدینه دهان بدخواهان را می بندد. سپس در مدینه ما مطیع امیر مؤمنان هستیم، در حالی که قلبهای ما پاره می شود نمی توانیم هیچ کاری بکنیم. آنچه می گویی درست، ولی هنگامی که ما در مدینه از سخن شایع پراکنان در امان نیستیم، چه تضمینی نیست که در خارج از مدینه در امان باشیم؟ بعد از این، مادامی که خدا می داند ما از همه این تهمت ها بری هستیم، چه فرقی می کند مردم چه بگویند؟
اما این که میگویی امیر مؤمنان معاصره است، به خدا قسم ما بیش از او معاصره هستیم، با این تفاوت که او امر میکند ولی ما نه. اما این که مردم درباره ما شایعاتی میسازند، آنها درباره کسی بهتر از ما شایعه ساختند. صلی الله علیه و سلم. صلی الله علیه و سلم. بهتر است فوراً به خانه عمویم برویم تا بشنویم او در این باره چه میگوید. به خدا قسم چیزی جز آنچه امروز صبح به من گفت نمیگوید. رفتن را راه حل نمیداند. سپس این که میگویی چه شده؟ پدرتان میگوید هر چه سریعتر به یاری خلیفه بشتابید. آب را بر او بستن. چه میگویی؟ کجا میروی؟ راه را باز کنید. فرمان را نشنیده ای بنده ای خدا؟ نه نشنیدم، پس راه را باز کنید. مادرت به عزایت میخواهی بمیری؟ چه خبر شده؟ بین افراد ما و پسران علی ابن ابی طالب درگیری رخ داده. کجا و چرا؟ خیلی وقت نیست. افراد ما به فرزندان علی چه کار دارند؟ آنها را نمی شناختند. چه اتفاقی افتاد؟ به خدا قسم آنها از گربه‌ای که سگ دیده ترسوترند. اگر پدر نیامده بود دست بسته می انداختیمشان زیر پای امیرالمؤمنین. تنها به خاطر اطاعت از امیر مؤمنان آنها را نکشتیم. خوش آمدید. شنیدم که امیر مؤمنان استغفار میکرد، زیرا شما ریحانه های رسول الله را در خطر انداخته بود. صلی الله علیه و آله و سخن ابوبکر صدیق را میگفت: قسم به ذاتی که جانم در دست اوست، رعایت حق خویشاوندی رسول الله محبوبتر از رعایت حق خویشاوندی خودم است. خدا امیر مؤمنان عثمان ابن عفان را برای من حفظ کند. امیر مؤمنان گمان می‌کرد آنها به پسران علی ابن ابی طالب که ادعا می‌کنند از خلیفه ما بیشتر دوستش دارند کاری ندارند. نه ابن حکم، نه. محبتشان نسبت به ما تنها ظاهرسازی در برابر مردم است. آنها جز خودشان هیچ کس را دوست ندارند. راست گفتی ای ابا محمد. از همان ابتدا معلوم بود که فقط ادعا می‌کنند. ولی امیر مؤمنان شما را به خدا قسم داده که کاری به این بیخردان نداشته باشید تا بهانه‌ای در مورد اهل بیت و اصحاب پیامبر پیدا نکنند. هرچه امیر مؤمنان بخواهد. ما فقط از امیر مؤمنان اطاعت میکنیم. بارک الله. کار خوبی کردید که ابوالحسن را عصبانی نکردید. ولی او سخن تندی به ما گفت که اگر شخص دیگری بود طاقت نمی آوردیم. چگونه انتظار دارید از شما ناراحت نشده باشد در حالی که پسرانش و نوه‌های رسول الله صلی الله علیه و سلم را آزردید؟ او بیشتر به این خاطر از دست ما عصبانی بود که آب را بر عثمان قطع کرده بودیم. خیلی برا شفتم. او ما را نادان خطاب کرد و عثمان را ستود. سخنانش همه ما را برآشفت، ولی در برابرش حقیرانه ایستادیم و سخنانی که چون پتک بر سرمان فرود می آمد را تحمل. مهم نیست، مهم این است که همان گونه که آمده بود بازگشت. سخنان تندش چیزی از ارزش شما کم نمی کند. به خدا قسم شما بهترین مسلمانان هستید، نه عثمان. راست گفتی، راست گفتی ای ابن سبع. Thank you.
اینک نزد امیر مؤمنان آمدیم تا دوباره انصار الله باشیم. خدا بهترین جزا را نصیبتان کند. ذلتی برای انصار بیشتر از این نیست که آب از جانشین رسول الله صلی الله علیه و سلم قطع شود و ما آسوده باشیم. به خدا قسم اگر پسرموهای ما این کار را می‌کردند، آنها را با اینکه اهل مدینه بودند می‌کشتیم. حالا چه برسد به این سنگ رویان ارازل و سنگ دل؟ ما نیز مانند تو برای یاری خدا و جانشین پیامبرش آمده ایم، ولی امیر مؤمنان ما را از جنگ با آنها برحذر داشته و چاره ای جز صبر نداریم. به خدا قسم امیر مؤمنان مصلحت ما را بهتر از خود ما می داند. چه رسد به مصلحت خودش؟ اگر من با بهترین سواران انصار حالا اینجا هستم، به این خاطر بود که احساس خطر کرده ایم. از کافر نیز آب را قطع نمی کنند. آیا این درست است که مرتدان سیراب باشند و خانواده خلیفه تشنه بخوابند؟ اگر آنها آب را بر من بستند، خدا مرا سیراب می کند. این سخن امیر مؤمنان است و تو می دانی ای سعد، خداوند بنده ای را که دوست دارد امتحان می کند. اگر شما خلیفتان را دوست دارید، شمشیرها را غلاف کرده و به خانه بازگردید، خدا به من و شما رحم نماید. گوش به فرمان امیر المؤمنین. ای سواران، بر می گردیم به همان جایی که آمدیم. عید قربان نزدیک است. همان وقتی که خداوند خونبهای پیامبرش اسماعیل را قوچی قرار داد. پروردگارا، همان گونه که جدمان اسماعیل را از مرگ رهانیدی، عثمان را نیز از شر و باش رها کن. پروردگارا آمین. آیا خبر دارید که این مرتدان به مادر مؤمنان ام حبیبه دختر ابو سفیان توهین نموده و سخنان ناروا گفتند؟ نگو ای ابن عمر. به خدا قسم ابا محمد، خدا نابودشان کند. تا کی میخواهند نسبت به رسول و یارانش گستاخی کنند؟ در زمان جاهلیت اگر کسی با زنی درگیر میشد، خودش و خانواده‌اش را ننگ فرا می گرفت. چگونه کسی که لا اله الا الله می گوید به همسر پیامبر گستاخی می کند؟ چگونه؟ تا کجا ای حسن؟ باید پدر را ببینم. ولی چه کسی او را می کشد؟ شما که همگی خود را از کشتن او کنار می کشید، آیا در مورد حقتان دوچار شک شده اید؟ یا اینکه از قوم و قبیلهش می ترسید؟ شک برای من آشکار شده. والله در یک چشم برهم زدن نیز شک نکرده ایم، اما ترس از قوم و قبیله چارش سهل است. چگونه؟ می کشیمش و خونبهایش بین قبایل تقسیم می شود. پناه بر خدا. چه شده اشتر؟ چه شده؟ آیا این همان سخنی نیست که قریش هنگامی که می خواستن محمد صلی الله علیه و سلم را به قتل برسانند گفتند؟ گفتند به سان یک شخص او را به قتل می رسانیم تا خونش هدر شود، زیرا بنی هاشم نمی تواند از تمام قبایل خونبهایش را طلب کند. گوش کن ای اشتر، متوجه تردید تو شده ایم، اما می گفتیم ما اشتباه می کنیم. ولی من فقط سخنی را می گویم که خداوند سبحانه تعالی گفته. حق از سوی پروردگارت آمده، پس از مرتدان مباش. خوب شد که این را گفتی. این سخن را آن که بهتر از توست به آن که از من بهتر از فرموده، خداوند متعال آن را به پیامبرش علیه السلام فرموده است. این همان چیزی است که از آن می‌ترسیدم، این که متفرق شویم و شکوه من از بین برود. به خدا قسم مرا شرمنده کردید ای آل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. آن از پدرتان علی که در مجلس خیش به استقبالم آمده، به سخنانم گوش داد و حقیقتی پنهان را برایم آشکار ساخت، و اکنون در کنار شما می ترسم شایسته این همه محبت شما نباشم. برای من تعریف کنی اشتر، بگو چه بین تو و ابوالحسن گذشت؟ به او گفتم ای ابوالحسن، ما اینجا آمده ایم زیرا خود را بر حق می دانیم و تمام چیزی که می خواهیم حداقل من و قومم این است که عثمان حق ما را از کارگزارانش بستاند، ولی کار به جایی رسیده است که ما انتظارش را نداشته ایم. منظورت این است تا جایی که دلتان میخواسته نرسیده؟ اصلا منظور من این نبود ای ابا محمد. ما با عثمان مشکلاتی داریم، اما دیگر نه اینکه کار به جایی برسد که بخواهیم او را بکشیم. به خاطر اطاعت از خدا، ترس از خشم و غضبش. بازگشت به حق بهتر از ماندن در باطل است ای اشتر. درست گفتی ای عمار،
به پدرتان گفتم و اکنون به شما میگویم. من و قومم از این کار کنارگیری کرده ایم و اشتباه دیگران به ما ربطی ندارد. پدرم در پاسخ چه گفت؟ به خدا قسم انتظار نداشتم که چنین چیزی از او بشنوم. او به من گفت ای مالک، تو مردی عاقل و بزرگ قومت می باشی و از جنگجویان معروف مسلمانان به شمار می روی. تو از جمله شجاعان عرب هستی یشتر، اما شجاعت واقعی این است که انسان تسلیم حق باشد. نمی دانم چه بگویم. ما همه می دانیم که شما بر حق نیستید و یک روز هم بر حق نبوده اید. و اگر امیر مؤمنان، من نزد پدرت و شما آمدم و تلاش می کنم گذشته خود را جبران کنم. آنچه ابوالحسن گفت به ما کمک می کند تا پرده ای که چشمان من را پوشانده بود کنار بزنیم. او گفت فرض بر این بگیریم که امیر مؤمنان اشتباه کرده. ما همه بشریم، نه فرشته. کدام یک از ما اشتباه نمی کند؟ اگر بخواهیم بر هر اشتباه دست بگذاریم، دیگر هیچ دوستی باقی نمی ماند، نه فرزندی با پدرش، نه زنی با شوهرش. جای شما در این سخن خداوند کجاست؟ کسانی که پس از مهاجرین و انصار به دنیا می آیند می گویند پروردگارا، ما را و برادران ما را که در ایمان آوردن بر ما پیشی گرفتند بیامرز و کینه نسبت به مؤمنان در دلهای من جا مده. این دعای پیروان نیک است. این گونه است. خدا شما را ببخشد و ما و شما را بیامرزد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. عید بر شما مبارک. همچنین بر شما. سلام بر سجاد، کم ملاقاتت میکنیم. گرفتاری های زندگی حسن. حالت چطور است پسرمون؟ مشتاق دیدار ای حسین. آمده اید عید را به امیر مؤمنان تبریک بگویید؟ بدون شک، مگر بدون دیدن امیر مؤمنان عید برای من خوش میشود؟ به خدا قسم راست گفتی. ابوالحسن کجاست؟ با شما نیامده؟ همین الان خواهد آمد. چه گفتی؟ به ما این چنین خبر دادند. وای بر ماویه. من اینجا آسوده نشستم در حالی که امیر مؤمنان چند هفته است در مدینه در محاصره است. اگر خداوندم از من بپرسد چه جوابی بدهم؟ پروردگارا مرا ببخش، نمیدانستم. پروردگارا مرا بیامرز، خبر نداشتم. اکنون باید چه کار کنیم ای امیر؟ همین حالا لشکرمان را آماده میکنی ابن مسلمه. چند نفر هستند؟ حدود 3000 نفر. 10000 جنگجو با خود برگیر. شبانه روز حرکت میکنید قبل از اینکه او را بکشند. به خدا قسم خیلی وقت از دلم شور میزند، ولی میگفتم همش وهم و خیال است. هنگامی که مدینه رسیدیم چه کار کنیم؟ از خلیفه دفاع کنید و اگر هم لازم شد جنگ کنید. خوش آمدی، خوش آمدی، صفا آوردی ای قاقا، منزلم را مشرف نمودی. بفرما، بفرما. برای خداحافظی آمدم. ابو موسی اشعری مرا در رأس لشکری به سوی مدینه مأمور کرده تا از امیر مؤمنان عثمان ابن عفان در برابر آشوبگران دفاع کنیم. ابو موسی کار بسیار درستی انجام داده. اما بدان ای قاقا، این آشوبگران اگر چه اشتباه کردن، باز هم آنها برادران دینی ما هستند. بسیاری از آنها نمی فهمند که چه کار می کنند. آشوبگران آنها را با خود برده اند و خود نمی دانند که حق با کیست. تلاش کن خونی ریخته نشود. امیدوارم مجبور به این کار نشویم ابا طریف. پروردگارا ما را از فتنه ها دور بگردان. آمین. أنوار أحمد قال.
حسنًا